خب دوستان، اولین راه رسیدن به برج گالاتا این متروه. مترو 6 آنر که یاد بیرون میاید سمت چپ و مستقیم میرید. فکر کنم یه در دیگه همون سمت راست داره، ولی معمولا من از این دره میام بیرون و بالاتر هم یه در دیگه داره. میاید همین خیابون مستقیم، این پله ها رو میرید پایین، یه دونه اتوپارک نوشته اونو نمیرید و بعدیش یه تابلو نوشته قشنگ گالاتا و به سمت برج گالاتا حرکت میکنید. و برج گالاتا انتهای این خیابونه. اطراف این خیابونم پر کافه و رستورانه که اکسسوریاشو 100% توی اینستاگرام دیدید و میتونید با سفارش کیک، چایی و چیزهای مختلف با این برج زیبا عکسی یادگاری بگیرید. توی این خیابون فقط یه خورده تردد سخته چون همه دارن عکس میگیرن و خیابون خیلی شلوغه. یکی از راه‌های دیگه که میتونید به خودتون به برج گالاتا برسید، اگه از سمت پل گالاتا دارید میاد که این پل گالاتا هستش، به این سمت حرکت میکنید و اینجا یه مترو تک خطی داریم که قدیمی ترین مترو توی استانبوله و میتونید از طریق اون خودتون رو به برج گالاتا برسید. بریم سوار این مترو بشیم، چون مترو رفته هر 6-7 دقیقه یه بار اینجا تایمر داره میاد و سر ساعتش دقیقا حرکت میکنه. اینجا هم یه سری از آثار و عکس‌های قدیم اینجا گذاشتن، اینجا حالت موسیقی گذاشتن که توی این کشور یکی از جذابیت‌های توریستیه که توی مترو دارن واقعا اینجا ساز میزنن، بهشون خیلی هم بها میدن برعکس کشورمون که تو ایران اصلا هیچ ارزشی نداره. و اینجا یه ماکتی قرار دادن که دقیقاً شهر استانبول نشون میده، میدون تقسیم ترامبا اون بغلشه، اتوبوس هاست و این بغل همین مترو رو گذاشته که از کجا میاد و به کجا میره. مترو از اینجا سوار میکنه اینجا که ما هستیم، از این گوشش البته، بعد میبردش به اون بالا و اونجا پیاده میکنه. خب قطار اون داره میاد ولی چند دقیقه طول میکشه تا پر بشه. دوستان فقط این مترو یه خط داره، فراموش نکنید. و از اینجا که خارج میشیم الان به سمت
چپ که برید میدان تقسیمه، این بر میدان تقسیمه، اونم تراموایی که اونجا وایستاده. از این کوچه اول سمت راست هم میتونید به سمت گالاتا و از این سمت پایین هم باز میتونید به سمت گالاتا برید. خب از این ور هم برید دوستان به مترو میخورید و میتونید از اینجا سوار مترو شیشانه بشید و به سمت تقسیم برید. دوستانی که سمت تقسیم میخوام برن، احیانا اگه دیر کردید از سمت گالاتا پورت خواستید برگرد سمت هتلتون، این مسیر بکنم وسط هم ارزون تا هم راحت تر باشه، که همین مستقیم میایم پایین میخوره به مترو شیشانه. ایستگاه بعدی مترو شیشانه که میشه ایستگاه تقسیم، میدان تقسیم. دوستان یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اینجا پر هتله تو این خیابونه این بغل. میتونید اگه میخواید نزدیک برج گالاتا باشید یه دونه از هتلای اینجا انتخاب بکنید. حالا یه سری از هتلایی که نزدیک برج گالاتا لیستشو واسهتون بغل میذارم، ولی یه ویدیو هم حتما از هتلایی که این اطراف هستن و بهتون ویدیوشو میگیرم و بهتون توضیح میدم که چه صورت قیمتشون چنده. و اینجا میریم مترو و سمت تقسیم برمیگردید. اگه بخواید از اینجا هم برید سمت گالاتا دوباره، از این بغل میرید سمت راست و سمت چپ بعدش میخوره به برج گالاتا. چیز دارید؟ حالا این ساختمون روبروی هم میبینید اداره مالیات. دوستانی که میخوان کد مالیاتی بگیرن اگه از طریق سایت نتونستن بگیرن، اونایی که سمت تقسیمن میتونن بیان اینجا حضوری برن کدشون رو دریافت کنم اگه اروری داد سایت. خب میرید اون پایین، بعد اون علامت مترو یه ذره جلوتر سمت چپ برج گالاتا رو قشنگ میبینید. اگه موزه کارت دارید نیاز نیست اینجا صف وایسید و بلیط تهیه بکنید، و اگه نه کارت ندارید باید این مبالغی که اینجا نوشته رو پرداخت بکنید. تیکتش 650 لیره. اگه چند روزه بخواید تخفیف داره با کیم، اونایی که کیمیک دارن این مبالغ واسهشون درج میشه. اگه اونایی که توریستن کلا قیمتش 650 لیره. ولی موزه کارت تهیه کنید. به نظرم پیشنهاد میدم که موزه کارت داشته باشید، قیمت 60 لیره واسه دانشجویا 30 لیره. از طریق اپلیکیشن و اینجور جاها میتونید موزه کارتتون تهیه بکنید. حالا ویدیو اونم میگیرم بهتون میگم. و برای رفتن به بالای برج باید این صف طولانی رو تحمل بکنیم، صبرم که نوبت ما برسه بریم. میریم دور میزنیم و از سمت اون ور یه دونه ورودی داره، از اونجا بریم بالا. این برج خیلی برج والیه، چند بار خراب شده و ساخته شده. یه مدت برج دیدبانی بوده و تبدیل شده به فانوس دریایی و کشتی‌ها رو هدایت می‌کردن، راهنمایی می‌کردن که اینجا خشکی تصادف نکنن، برخورد نکنن با خشکی. بعدش تبدیل شده به زندان، بعد اون به چیزای دیگه و الی ماشاءالله دیگه کلی داستان داشته اینجا. حالا یه داستان تور اگه بخواید مثل اون آبانبار باسیلیکا واسهتون درست می‌کنم می‌ذارم. خب یه ذره صف بره جلوتر باز ویدیو میگیرم واسهتون. ولش صف خیلی وحشتناک بود، ولی اومدیم جلو تو از مثلا یه رو پیس دقیقه بیشتر صف رو تکم یه ذره مونده تا برسیم. ببینیم این ورودیشه، از اینجا میریم بالا و میتونیم خیلی راحت با آسانسور بریم طبقه آخر. از پله نمیریم بالا، قدیم از پله میرفتم با آسانسور برمیگشتم، الان با آسانسور میرم بالا و پله برمیگردم پایین. این هم خیابونای اطرافشه که اینجا میتونید آب میوه بخورید، اینجا میتونید تور بخرید، حتی توراشون گرون میدن، کلا اینترنشناله، بهتون خوش نمیذاره. و اینجا هم میتونید سوغاتی چیزی واسه خودتون خواستید تهیه بکنید. کلی اکسسوار و این چیزای باحال داره، ولی خب قیمتاشون یه مقداری تند و چیز دیگه، باید بپرسید واسهتون میصرفه یا نه. حالا بریم نوبتمون بشه بریم بالا
از بالا واسهتون ویدیو بگیرم ببینید چیا داره بالا داخلش. دوستان این برج گالات وای فای هم داره، میتونید بهش کانکت بشید، باید وصل به وای فایش و شما موبایلتون رو وارد بکنید، یک کد واسهتون ارسال میشه، اون کد رو بزنید میتونید وارد وای فایش بشه استفاده کنید. البته شماره تورک هم میخواد دیگه. خب بریم داخل داخله رو ببینیم. وارد ورده بدم تا شدیم به این صورت. اینجا میتونید دستگاه این گوشی های مترجم بگیرید که وایس بشنوید و گوش کنید. آسانسور بیاد پایین بریم باید. اینجا هم یه دست نوشته قدیمی و اینجوری به این صورت بزرگ کردن گذاشتن، به زبان عثمانی نوشته شده. İranlılar için anlatıyorum. Aferin, onu bitirsin. Kendimizi göreceğiz. Yolbaşı manzarayı görüyor sizi. Tamam. Beni de çek, beni de. Heyecanım. El salla. El salla. Teşekkürler. Pardon. خب دوستان اومدیم طبقه هفتمی فکر کنم، اگه اشتباه نکنم یه لحظه میاد طبقه ششم، یه طبقه بینیم بالا. اینجا یه نقشه چیز گذاشته، استانبول گذاشته، یه سه سوال هست میتونید جواب بدید، اگه برنده شید جایزه داره که نمیدونم جایزش دقیقا چیه. و اینجا پنجره هایی داره که ویو شهر رو داره، بریم جلوتر نشون بدم بهتون. این طبقه به این صورته، یه دونه ماکت کشتی قدیمی عثمانی گذاشتن این بغل که قدیم اینجوری ارزاق و خورد و خوراک و اینجور چیزا رو میذاشن این وسط. دور تاش پنجره است که ویو خیلی خوبی داره. حالا بریم بالا، ویو رو میخوام بیشتر از بالا ببینید. اینجا بیشتر تمرکزم روی اینه که خود بافت داخلی اینجا رو ببینید. از پله ها میریم بالا. خب تو این طبقه پنجره قدی داره، میتونید بیرون رو قشنگ ببینید، از منظره لذت ببرید. و اینجا ماکت شهر استانبول رو داره، جای دیدنی تاریخیش اومدن اینجوری بولد کردن آوردن بالاتر که جلب توجه بکنن و دوستان بتونن ببینن. یه سری مانیتور هم این بغل داره که میتونید اینجا سرچ بکنید و یه سری اطلاعات درباره این مکان‌های تاریخی به دست بیارید. یه سری اطلاعات درباره مکان‌های تاریخی به دست بیارید. خب بریم سمت یکی از پنجره‌ها، پل گالاتا رو می‌بینیم و اونور مسجد سلطان احمد آیو صوفیه و این بر مسجد سلیمانیه رو ببینیم. یه ذره اون برتر بریم پل حالیچ هم ببینیم که قطار از روش رد میشه. خب این هم پل حالیچه و پل آتاتورک، اون ماشین روی آتاتورکه، ماشین روی آتاتورکه و این یکی خط متروه پل حالیچه. هم به این صورت و میتونیم دوباره یه طبقه دیگه بریم بالا، بعد باید دوباره این طبقات رو برگردیم. منظره خیلی بال داره، ویو 360 استانبول واقعا میتونید اینجا داشته باشید. البته استانبول خیلی پستی بلندی داره سر همین تا یه حدیشه میتونید ببینید، یعنی هر چقدر تلاش بکنید کوها یه سری ساختمونش مثلا باعث شده منطقه رو نبینید. خیلی جاش اصطلاحا میگن کل استانبول رو میتونید ببینید. خب بینیم بالا، طبقه بالا رو ببینیم.
این طبقه روی سقفش نقاشی خیلی قشنگی داره از زمان عثمانی قدیم و داستان فکر کنم فتح استانبول اگه اشتباه نکنم. بعد یه سری نوشته های انگلیسیه، لاتینه، فکر کنم اون زمان یونانی هست، رومی هست، به این صورت نوشته شده و هستش. نمای سقفش هم خیلی باحاله، این شکلی. حالا پنجره کوچیک هم بالا داره و برسیم سر اصل مطلب، پنجره قدی اینجا و بالکن طوری که اینجا داره. خب همه اینجا از انعکاس خودشون عکس میگیرن و ویدیو میگیرن. این ویو این بالا سمت راست که نگاه میکنیم منطقه اروپایی میبینیم و این ور سمت تکسیمه. به سمت چپ که نگاه میکنیم بریم سمت قسمت آسیایی. یه خورده فقط تردد توی اینجا سخته واقعا. پاردون اکسکیوز می، واقعا با کیف و وسایل سخت اینجا رد شدم. خب اون برام قسمت آسیایی استانبوله. خب توی این قسمت میخوام یه چیز جالب بهتون نشون بدم. شاید توی اینستاگرام دیده باشید که میان ویدیوهای عروسی میگیرن، کلیپای روی تاپ و این چیزا میگیرن. اون ویوش اینجاست. اینجا روی تاپ سوار میشن، عکاسی میکنن. ورودیش به دلار و یوروه و هر لباسش هم تو کام بخواید بگیرید بپوشید 20 یورو. حالا اونجا یه خانم لباس مشکی پوشیده. لباسش رو هم پهن کردم می‌خوام عکس بگیرم، ویدیو بگیرم. این واسه علاقه مندم عکاسی جای خفنیه. خب اونورا میدونید کشتی کروز پارکه و گالاتا پورت هم از اینجا مشخصه. اینور گالاتا پورت. بقیه کشتی حرکت کرد، یه دونه مونده. صبح 3-4 تا کشتی اونجا بود. خب به این صورت این طبقه رو دیدیم، بریم طبقه پایین بهتون نشون بدم. اگه آروم حرف بزنم به خاطر اینه که اینجا مزاحمت واسه کسی ایجاد نکنم. دوباره از اینجا برمیگردیم به سمت پایین. قسمت پایینی که داریم میریم یه سری از آثاری که مثلا روی این برج قدیم بوده به صورت موزه اینجا قرار دادن و میتونید بازدید بکنید. مثلا یه سری کاسای این شکلی، اینا نمیدونم دقیقاً چی، اگه میدونید واسه من بنویسید، من اصلا متوجه نشدم. احتمالاً بخشی از یه ظرف و ظروفی چیزیه. و اینجا هم به این صورت بشقاب و یه مجسمه کوچولو و این ظرف و ظروف و اون سنگا نمیدونم دقیقا باز چیه. و این چیزای جالبی که اینجاست. خب اینجا پنجره‌هاش خیلی باحال ساخته شده. بعضش اینجوری گرده، اینجوری میریم جلو نگاه میکنیم یه ویوی باحالی از شهر به ما میده. یه سری پنجره هم اینجوری بزرگ دارن و از هر طرفش یه بخش شهر رو میتونید ببینید. این بر سمت گالاتا پورت و سمت آسیایی میتونید ببینید، مترو هالیچ و پل آتاتورک. این سمت هم روی شهر رو میتونید ببینید و مسیری که به سمت مترو شیشانه میره. و اینجا کافه هستش، تو این کافه میتونید بشینید، از منظره اینجا واقعا لذت ببرید. و این ساختمانی که کافه هست هتل هم هست، هتل اسمش یادم رفت دقیقاً، واسه تو مینویسم. و چند تا هتل دیگه هم نزدیک اینجا هستش با فاصله 5-10 دقیقه. حتما اینا رو واسه تو مینویسم پایین، حتما بخونید و اون پایین هم که مردم هم که دارن بلیط میگیرن بیان بالا.
چه صفیه. به این صورت طبقه یه سری المان ها و نماد هایی هستش که خیلی باحاله. مثلا این واسه نماد هایی فکر کنم رومیا بوده زمان بیزانس و اون سمت ها، اون تای ما در رسم و کوزه های سفالی که توش غذا میذاشتن فکر کنم و این نمادی که اینجاست دوباره کوزه و یه نماد دیگه که اینجاست. اینجا هم زنجیری هستش که زمان حمله ترک‌ها به روم استفاده می شده. این قسمت رو از قسمت گالاتا تا قسمت سمت ایوسوفیه سمت امینون رو کشیده شده بود قبلا که کشتی نتونه رد بشه. الان توی نقاشی هم مشخص، ولی خب اومدن زنجیرها رو رد کردن و تونستن فتح بکنن استانبول. تعریف های درباره استانبول داره میکنه این مانیتوره، اگه توی که تون خوب باشه وایسید چند دقیقه گوش کنید، خیلی جذاب و باحاله. خب بریم سمت پایین. اینجا راهرو داره که خیلی باحاله و واسه عکس خیلی جذابه، حتما اومد اینجا عکس بگیرید. فقط چون کوتاه باید خم بشیم رد شیم. بریم. این قسمت نقاشی هست و عکس های جالبی که توی اینجا گذاشتن از نمادها و المان هایی که توی اینجا پیدا شده ترکیه. پاردون، این هم سکه های قدیمی شه، ترش این صورت بوده، مجسمه آتاتورک گذاشتن اینجا. اینجا یه سری از تر نماده پارچه و پرچم و اینجور چیزای قدیم عثمانیه. خب این هم پرچم کشورهای ترکه که اتحاد با هم دارن کلن، به این صورت گذاشتن. قبل این نقشه دیگه بود اینجا. دوباره نمادهای عثمانی، تمرهای عثمانی و طرهای روی شمشیراشون. خب بریم طبقه بعدی. دوباره راه پله داره به این صورت تونل تور و اینو میریم سمت پایین. خب وارد این طبقه میشه. این طبقه اون قسمت جذابی که بهتون گفتم توی زمان قدیم عثمانی، حالا تاریخش واسه تون مینویسم، اسم این شخص هم الان ویدیوشو میگیرم بهتون میگم. یه شخصی بوده توی ترکیه زندگی میکرد تو استانبول و خیلی بلند پرواز بوده، میاد بالهای مصنوعی اختراع میکنه و درست میکنه. با اینکه اصرار میکنه من میتونم پرواز بکنم، اجازه نمیدن بیاد بالای برج گالاتا و تستش انجام بده و مخفیانه به کمک یکی از دوستانش میاد بالای مصنوعی طراحی میکنه و به کمک دوستش میره بالای برج گالاتا با شرایط جوی که تو اون تایم بوده و دانشمندان هم تایید کردن که با جریان بادی که اون تایم میتونست داشته باشه میتونست پرواز بکنه و از قسمت اروپایی تا قسمت آسیایی پرواز میکنه و توی اسکودار فرود میاد. این شخص کسی نبوده جز ایشون و عکسشون رو گذاشته و اینجا نحوه طراحی بالشو و جهت دادنشو بهش چیز کرده و اینجا یه بازی گذاشتن که مردم میتونن بیان و همون صورت پرواز بکنن و تا قسمت اسکودار مثلا برن. حالا واسه این بنده خدا چه اتفاقی میفته؟ این بنده خدا یک کیسه طلا جایزه میگیره و اون زمان چون تو هر دینی بالاخره یه ذره فراتر دیر رفتن جرم و گناه کبیره بوده و اعمال شیطانی بوده. این شخص چون یه مقداری از اون تایم جلوتر رفته و
اینو شیطان یا جادوگر میدونستن، شخصو به شهر دور افتاده تبعید میکنن و دیگه از این شخص خبری نمیشه. آدم های دانشمند به جایی که بزن رو سرشون، کلن توی ادیان متاسفانه مثل داوینچی و مثل این شخص سعی کردن کلن نابود بکنن تا اینکه پروبال بدن پیشرفت کنن. این قسمت جالب اینجا بود. و یه داستانی که الان هستش، چون این شخص اینجا به آرزوش رسیده و تونسته پرواز بکنه، هر زوجی به هر مشکلی میخوره میاد داخل این برج و بالای این برج آرزو میکنن، سعی میکنن به آرزوشون برسن. از این شکل رد میشیم میریم و اینجا یه سری نمادهای گذاشتم واسه قطب نمای دریایی، پرگار و جهتیاب هاست در اصل. حالا کاتشون دکوم ساز چه باک سرندی. خب بریم قسمت بعدی. بریم پایین. خب اینجا هم قسمتیه که شما میتونید سوغاتی تهیه بکنید و واسه دوستان، واسه خودتون، واسه خانواده به شهر یا کشور خودتون ببرید. نمادهایی از گالاتا و کتاب و تیشرت و این کورهایی که نماده نمیفروشن و اطرات کلون هایی که اینجا گذاشتن و اینجوری یه سری المان های عثمانی هم دارن که میتونید تهیه بکنید. مجسمه های کوچیکی رو میزی تو اینجا تهیه بکنید و با خودتون به همراه برید. برده یا سکن فیلمی برد. خب بریم دیگه قسمت خروج. در نهایت دیگه چیز خاصی نداره واسه دیدن، ولی حالا هوای خوبی داره. از این بغل هم میتونید این پایینه ببینید، قدیم به این صورت بوده، اینجا زندان دوره، بکنید اینجا زندان باشه چه حالا هوایی داره، اون پایین زندانی باشه، شما از این بالا بیاد به سر بزنید. خب اینجا بریم پایین و به سمت خروج حرکت بکنیم. این همون پنجره‌ای که الان داشتیم ویدیو می‌گرفتیم ازش. اینجا هم یه پروژکتور گذاشتن، یه سری تصاویر از قدیم برج گالاتا دارن نشون میدن و استانبول قدیم. دوستان هم دوباره اونجا سوار میشن، همین مسیری که ما رفتیم و دوباره میرن بالا برمیگردن پایین. بریم سمت خروج و انتهای ویدیو. بالا رفتنش با آسانسور، پایینش با پله است. داداش واقعی تست نکن، من تست کردم قبلا. و اینم از خروجش که دوباره برمیگردیم سمت خیابونی که به سمت مترو شیشانه میره. خب امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. سعی کردم کل برج گالاتا رو کوتاه مختصر و مفتی بهتون نشون بدم، یه گردشی با هم کرده باشیم. بالاخره چند وقت یه بار المانش تغییر میکنه، دیزاینش تغییر میکنه، خواستم اونو ببینید و از اطلاعات اینجا بهتون بگم. خیلی ممنون تا آخر ویدیو هم رو آمدید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.